سلام، پنجشنبه اول دی ماه 90 22 دسامبر 2011 میلادی در مورد 12 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه 39 نفر از زندانیان سیاسی که از تمام طیف ها هستند با صدور بیانیه انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی رو سالم، قانونی و آزاد ندانستند و گفتند که جامعه ما شاهده یک حکومت نظامی اعلام نشده است. این زندانیان سیاسی گرم کردن تنور انتخابات به هر شکل رو کمک به استبداد نامیدند و اون رو در تقابل با تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر در جامعه ایران دانستند. محبوبه کرمی زندانی سیاسی رو اجازه ندادند که در مراسم تشییع و ترحیم پدرش شرکت بکنه. آریا آرام نژاد، هنرمند جنبش سبز و سایر فعالین سیاسی و دانشجویان مازندران که به 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم شدند، به بند قاتلین و مجرمین خطرناک منتقل شدند. نکته دوم این که کارگران اخراجی شرکت دورال که 2 ماه هم حقوق طلبکار هستند در مقابل ساختمان اداری این کارخانه تجمع کردند. این کارخانه به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا واگذار شده و کارگرها معتقدند که این شرکت دنبال فروش 15,000 متر مربع زمین کارخانه در نزدیکی تهرانه. کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت هم در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. 6 ماه حقوق نگرفتند و نوشتند حتی دفترچه بیمه تأمین اجتماعیشون هم تمدید نمیشه. میخواستند پارچه ای رو روی در استانداری نصب کنن که اجازه ندادند، اما معاون استاندار در جمعشون حاضر شد و قول داده ظرف 1 هفته به طلبهای اونها رو پرداخت بکنه. نکته سوم اینکه معاونت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی خبر میده از اینکه بیمارستان‌های دولتی 600 میلیارد تومان کسری دارن که ناشی از طلب‌هاشون از دولت از سال‌های 88، 89 و 90. این مسئول وزارت بهداشت اعلام کرده که این طلب‌ها باعث شده که نتونن کارانه پرسنل رو پرداخت کنن، تأخیر در خرید دارو بیمارستان‌ها دارن و افت کیفیت خدمات، افت غذای بیمارستان‌ها و سایر زمینه‌ها دیده میشه. همینطور گفته که بعد از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی آب و برق و غیره، حتی انقریب امکان پرداخت پول آب و برقشون رو هم بیمارستان‌های دولتی ندارن. نکته چهارم این که در اجلاس روم که 7 کشور صنعتی به اضافه کشورهای استرالیا، کره جنوبی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برگزار کردند روز سه‌شنبه و در خصوص تحریم نفت ایران و همینطور تحریم حمل و نقل و کنترل بازارهای مالی ایران و سازمانهای مالی ایران و گردش آزاد اطلاعات صحبت کردند، خبر چندانی بیرون نیامده. اما اینقدری که از قول پاره دیپلمات‌های غربی حاضر در جلسه گفته شده این که توافق‌های خوبی به عمل اومده و عربستان و امارات هم قول دادن که اگر اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران رو تحریم بکنه، جای خالی ایران رو پر خواهند کرد. خانم سوزان رایس، نماینده امریکا در سازمان ملل، هم در جلسه شورای امنیت سازمان ملل خواستار افزایش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شده. مدیر عامل شرکت ایرانیر هم اعلام کرده که 13 فرودگاه اروپایی به ایرانیر سوخت نمیدن. روز گذشته دلار از مرز 1600 تومان هم عبور کرد و سقوط قیمت ریال و افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران کماکان ادامه داره. وزارت بازرگانی چین هم که سالیانه این کشور 15.7 میلیون تن سنگ آهن از ایران وارد میکنه، اعلام کرده که سنگ آهن‌های وارداتی از ایران کیفیت نداره و کارخانجات چینی مدت هاست شکایت دارن. اعلام شد که چین خرید
نفتش هم در ماه ژانویه رو که الان قراردادهاش امضا میشه به نصف کاهش دادیم. نکته پنجم این که کار جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در بررسی تحریم‌ها و تهدیدها و بازار آشفته ارز و طلا به تنش کشیده شد بعد از اینکه آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی توضیحات ناکافی دادن و نمایندگان گفتن این در حد همین حرفایی است که در روزنامه ها زده میشه. جمع زیادی از نمایندگان مجلس رو ترک کردن و در واقع با یک ابستراکسیون مجلس از اکثریت افتاد و جلسه به هم خورد. نکته ششم این که آلودگی هوا غیر از تهران و اصفهان به تبریز هم رسید و روز گذشته در تبریز مدارس تعطیل شدند. همینطور به دلیل آلودگی زیاد و مهی هم که بر او اضافه شده بود پروازها هم لغو شده. نکته هفتم این که آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد که بنابر درخواست آقای بانک مون دبیر کل سازمان ملل مهلت تخلیه اردوگاه اشرف از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران رو تا ماه اپریل تمدید کرده و به این ترتیب 4 ماه اضافه برای کمیساری حقوق بشر سازمان ملل میماند تا پرونده های پناهندگی اعضای اردوگاه اشرف رو تنظیم بکنه و بتوانند این اعضا رو به جاهای امن در دنیا منتقل کنه. نکته هشتم این که فرمانده سپاه تهران آقای علی همدانی برکنار شد و سردار کاظم عینی که از آدمهای نزدیک به عزیز جعفری فرمانده کل سپاه محسوب میشه جای او رو گرفته. این چندمین تغییری است که در سپاه پیدا شده و به دلیل ترورهای اخیر علیه آقای خامنه ای و پاره نارضایتی ها که به خصوص در ماه محرم در محافل سپاهی ها عنوان شد، آقای خامنه ای دست به تغییر و تحولات در سپاه زده و بسیج فعلا نور چشم ایشون شده، سازمان بسیج مستضعفین، و به تدریج داره تبدیل به حزب کمونیست آقای خامنه ای میشه تا به اون بیشتر تکیه داشته باشه. ضمن اینکه سازمان اطلاعات سپاه هم که تقریبا از سپاه جدا هست تبدیل به KGB آقای خامنه ای شده. نکته نهم اینکه جبهه حامیان دولت اسلامی از پشتیبانان دولت احمدی نژاد اعلام وجود کرده و این دومین تشکلیه بعد از مجمع دانشگاهیان که از دولت پشتیبانی میکنه و گفته میشه که جناح آقای احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروفه با این دو جریان و احتمالاً یکی دو تشکل دیگه‌ای که اعلام خواهد شد وارد انتخابات خواهد شد. نکته دهم این که 5 ایرانی در سوریه ربوده شدند دیروز. سفارت ایران گفته اینها مهندسین و کارشناسان نیروگاه در حمص هستند، اما پاره سایت‌های مخالفین اعلام کردند که اینها از اعضای نیروی قدس سپاه بودند. در سخنگوی کاخ سفید امریکا دیروز رسما اعلام کرد که دولت بشار اسد باید کنار بره و مخالفین اعلام کردند که از شنبه تا کنون بیش از 250 نفر در سوریه کشته شدند که یکی از خونبارترین هفته ها رو سوریه پشت سر گذاشته. به این ترتیب گفته شده که تعداد کشته ها بسیار بیش از اون است که اعلام شده بود و از مرز 6200 نفر در سوریه عبور کرده. شورای ملی سوریه خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت شده برای محدود کردن رژیم سوریه و اعلام هم کرده که کشته ها رو رژیم سوریه با خودش میبره داخل پادگان های نظامی تا ناظران اتحادیه عرب که از دیروز کارشون آغاز کردن اونها رو نبینن. نکته 11 همون که جنرال مارتین دمسی فرمانده رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در مصاحبه با CNN و همینطور مصاحبه جداگانه با دیلی تلگراف اخطار کرده به ایران که تند نره و گفته که مسئله نظارت بر ایران، یعنی در واقع پرواز هواپیماهای بدون سرنشین، باز هم ادامه پیدا خواهد کرد و اعلام هم کرده که ارتش امریکا آمادگی برای عملیات نظامی داره و منتظر دستور آقای اوباماست. نکته آخر این که در عراق بحران
باز هم ادامه پیدا کرده. اعضای دولت از جناح سکولار سنی و سکولار العراقیه در دولت حاضر نشدند. آقای نوری المالکی تهدید کرده که افراد دیگه‌ای رو به جای اونها در دولت خواهد گذاشت. آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه هم اختار کرده که ادامه این روند ممکنه به دخالت خارجی ها که به احتمال زیاد منظورشون ایرانه منجر خواهد شد. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا. شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.